درود بر شما دوستان و همراهان، به این کلیپ و به این درس خوش اومدید. در خدمت شما این با یکی دیگر از کلیپ های آموزشی انگلیسی مثل آب خوردن و در این درس میخواییم به این سوال جواب بدیم که چقدر سریع میشه به انگلیسی مسلط شد، نه تنها انگلیسی، هر زبان دیگری. واقعا چقدر سریع میتونیم به یک زبان مسلط بشیم؟ چند روز طول میکشه؟ چند ساعت طول میکشه؟ من یه دونه قرص خوردم، آیا این قرص انگلیسی منو خوب میکنه؟ من امروز یه دونه لغت یاد گرفتم، چقدر باعث شده که من انگلیسیم خوب بشه؟ آیا وقتی برم خارج از کشور میتونم انگلیسی رو فول صحبت کنم؟ اینا سوالاتی هن که شما میپرسید، اینا سوالاتی هن که در ذهن هر زبان آموز، در ذهن هر بنی بشری که فکر میکنه یه دونه لغت یاد گرفته دیگه مسلطه به انگلیسی، میاد و به ذهنش خطور میکنه. در این کلیپ ما در این خصوص صحبت خواهیم کرد، به این سوالات و این ابهامات پاسخ خواهیم داد. فراموش نکنید برای اینکه بتونید کلیپ های آینده و درس های بعدی رو دریافت بکنید، کانال رو سابسکرایب یا دنبال بکنید تا جز اولین نفراتی باشید که درس ها به دست شما میرسن و میتونید اونها رو در جهت یادگیریتون استفاده بکنید. چه درس های آموزشیمون، چه تکنیک هایی که میگیم، چه نکته هایی که میگیم و سوالات شما رو پاسخ میدیم. بسیار خوب، بپردازیم به این کلیپ در مورد اینکه چقدر سریع میتونم انگلیسی حرف بزنم. دوستان، این سوال که چقدر سریع و چقدر زمان میبره که بتونید به انگلیسی مسلط بشید، سوالیه که طبیعتاً وقتی که یه نفر میخواد یک راهی رو شروع کنه یا یک هدفی رو برای خودش مشخص میکنه، طبیعتاً به ذهن هر فردی میاد. پس شما خودتون رو ملامت نکنید، سوالی است که پیش میاد. حالا ما میخواییم بهش جواب بدیم. ببینید دوستان، زمانی که یک فرد شروع میکنه یک زبان جدید رو میخواد یاد بگیره، این اثبات علمی داره، قسمت جدیدی در مغز این فرد ایجاد میشه برای تجزیه تحلیل، برای صحبت کردن، برای گوش دادن و کلن برای فهم اون زبان جدید. فرض بگیریم که شما زبان مادریتون فارسیه یا ترکیه یا کردیه یا اردوه یا پشتوه یا هر زبان دیگری که دارید. هر زبانی که شما دارید، فرد جدیدی در مغز شما وجود داره به عنوان تجزیه تحلیل کننده و به عنوان فردی که اون زبان رو، مطالب رو به عنوان ورودی میگیره، تحلیل میکنه و میتونه بیان بکنه. پس قسمتی در ذهن شما، در مغز شما وجود داره برای تجزیه تحلیل و صحبت کردن در کل به اون زبان. حالا زمانی که شما زبان جدیدی رو یاد میگیرید، فرد جدیدی در ذهن شما ایجاد میشه، شخصیت جدیدی در ذهن شما ایجاد میشه، کما اینکه دیده میشه طرف در مثلا زبان مادریش که فارسیه یک شخصیت داره، یک منش داره، یک رفتار داره، یک نوع صحبت کردن داره و اون فردی که انگلیسی مثلا بلد نسبی تا حدی مسلطه، میبینید که نحوه بیانش، نحوه صحبت کردنش، نحوه تلفظش و حتی نحوه رفتار و هنجارها و فرهنگی که استفاده میکنه در زبان انگلیسی کاملا ممکنه متفاوت باشه. به این دلیل که هر زبان جدید فرهنگی جدیده و دنیایی جدیده. حالا بگذاریم. پس گفتیم زمانی که شما یک زبان جدید رو یاد میگیرید، قسمت جدیدی در مغز شما شکل میگیره. گفتیم چی؟ شکل میگیره، یعنی یک نوزاد به دنیا میاد. مثلا اسم شما چیه؟ صفوراست. مثلا اسم شما چیه؟ اسقره. اسقر جدیدی، صفورای جدیدی، اسم شما هرچه که هست، یک شخصیت جدید در مغز شما شکل میگیره که به اون زبان جدید که حالا ما به صورت ویژه در مورد انگلیسی داریم صحبت میکنیم، که زبان انگلیسی رو تحلیل بکنه و بهش صحبت بکنه. پس شد چی؟ یک نوزاد. حالا ما میخواییم این نوزاد رو رشد بدیم. آقا در پروسه طبیعی که یک نوزاد وقتی به دنیا میاد تا بتونه صحبت بکنه، تا بتونه جملات ابتدایی رو بیان بکنه، چقدر طول میکشه؟ دست کم 7-8-10 ماه طول میکشه، درسته؟ پس یک نوزاد برای اینکه بتونه شروع بکنه به صحبت کردن 7-8-9 ماه طول میکشه. اما با توجه به بک‌گراند نالج و بر اساس تجربیاتی که شخصیت فارسی زبان شما یا زبان مادریتون داره و عضلات زبانی و دهانی شما که آماده تلفظ کردن بعضی از
حروف و صداهای مشابه در زبانهای مختلف هستند، مثلا حروف صدادار مشابه در انگلیسی و فارسی یا حروف بی صدای فارسی و انگلیسی. پس برای اینها شما قبلا کار کردید. در واقع میتونیم بگیم که وقتی شما زبان جدیدی رو شروع میکنید به یاد گرفتن، ضمن اینکه یک نوزاد در ذهن شما، شخصیت جدیدی در شما شکل میگیره که اون زبان رو یاد بگیرید، میتونیم بگیم که مثلا این نوزاد تازه زیر یک سال داره. پس شد چی؟ شخصیت جدید انگلیسی زبان شما زیر یک سال داره. نباید انتظار داشته باشید که مثلا اگر دو تا لغت بهش یاد دادید این دیگه بره دانشگاه کمبریج امتحان بده. نه، پس باید ما کم کم این نوزاد رو رشد بدیم. چطور رشد میکنه؟ اگر شما پروسه یادگیری زبان توسط یک کودک رو دیده باشید و بهش توجه کرده باشید، این کودک یک لغتی که یاد میگیره، مثلا بچه ها دیدین مثلا میخوان بگن سیب زمینی، نمیتونن، میگن دیب دمینی، درسته؟ خب یه مقدار بامزه است برای ما، خنده داره برای ما، ولی انقدر تکرار میکنه، خودش رو اصلاح میکنه، توجه میکنه، هوش زبانیش رو به کار میگیره تا کم کم این اشتباه رو رفع بکنه. چطور؟ خودش رو میشنوه، خودش رو تحلیل میکنه و سعی میکنه که درستتر بگه و توجه میکنه ببینه بزرگترها چی میگن، مربیش چی میگه، مربیش کیه؟ پدر مادرشن، مربیش کیه؟ اطرافیانشن، و توجه میکنه ببینه اونها چی میگن، خودش رو اصلاح میکنه و با تکرارهای پشت سر هم این اشتباه رو رفع میکنه. بچه هیچ وقت نمیگه آه من هزار بار این کلمه رو تکرار کردم، دیگه خسته شدم، دیگه نمیخوام بگم سیب زمینی. دوباره تکرار میکنه، دوباره بیان میکنه، خسته نمیشه. پس یک زبان آموزم هیچ وقت نباید خسته بشه و باید اجازه بده که این رشد و این تکرارها اتفاق بیفتن تا بتونه بهتر و بهتر بشه. همونطوری که شما در زبان مادریتون هم همین بلا سرتون اومده، همین کار رو با خودتون کردید. یه زمانی مثلا شما نمیتونستید بگید یخچال، یه چیز دیگه میگفتین، اما الان میتونید، چون تکرار کردید، چون تمرین کردین، چون عضلات زبانی و دهانی شما تسلط پیدا کردن به بیان و تلفظ در زبان مادریتون. پس یادگیری زبان عزیزان دل با 10 جلسه و 10 ساعت و 2 روز امکان پذیر نیست. هر کی که به شما میگه من توی 5 جلسه معجزه میکنم شما انگلیسیتون عالی بشه، ببخشید، مواظب جیب هاتون باشید و کلاهتون، که جیبتون رو خالی نکنن و کلاهتون رو بر ندارند. نه قرصی وجود داره، نه آمپولی وجود داره، نه شربتی وجود داره، فقط تنها اکسیری که شما باید به کار بگیرید روش، تکنیک ها و اصول علمی است که در یادگیری باید به کار بگیرید، باعث بشه که رشدتون سریعتر اتفاق بیفته. روش هایی که همون روش طبیعی یادگیری کودک رو برای شما پیاده سازی میکنه و میتونید با پیروی از اون روش ها رشد خوبی در یادگیریتون داشته باشید. ما در کانال انگلیسی مثل آب خوردن بسیاری از این تکنیک ها و روش ها رو در کتاب صوتی انگلیسی مثل آب خوردن و در کلیپ هایی که گاهن به همین صورت نکته ها و سوالات زبان آموزان رو بیان میکنیم بیان کردیم و خواهیم گفت و میگیم. پس فراموش نکنید که کانال رو دنبال بکنید تا بتونید پاسخ سوالات خودتون رو پیدا بکنید و اگر سوالی ابهامی دارید در قسمت کامنت از ما بپرسید تا به شما پاسخ بدیم. تا به اینجا رسیدیم که پروسه یادگیری زبان یک پروسه زمانبره، پس نیاز به تلاش، تمرین و استفاده از تکنیک های علمی برای یادگیریش داره. پس ما نباید انتظار داشته باشیم اگر 2 تا لغت یاد گرفتیم، اگر 10 تا جمله یاد گرفتیم، ناگهان یک انفجاری در یادگیریمون اتفاق بیفته. پس ما باید به جای اینکه عجله بکنیم در یادگیری زبان، که عجله در یادگیری زبان کاملا یک موضوع مخرب و آزاردهنده است، باید تأکیدمون روی یادگیری باشه، تأکیدمون روی یادگیری عمیق باشه. به جای اینکه سعی بکنید 1000 تا لغت در یک روز یاد بگیرید، 10 تا لغت رو عمیق یاد بگیرید. لغت رو که یاد گرفتید باش 10 تا جمله هم یاد بگیرید. اتفاقا در مورد یادگیری لغات که بخش جدا ناپذیر از یادگیری زبان هستن هم در کلیپ دیگری صحبت خواهیم کرد. البته این بستگی به نیاز شما داره. اگر واقعا فکر میکنید که یادگیری لغت رو نیاز دارید در مورد تکنیکاش بدونید، با ما در قسمت کامنت حتما در ارتباط باشید و دیدگاه خودتون و نظر خودتون رو بیان بکنید تا ما هم در جریان قرار بگیریم. اگر لازم است در مورد تکنیک ها و روش های موثر و مفید یادگیری لغات حتما صحبت بکنیم. پس شد چی؟ پس شد وقتی که شما یک زبان جدید رو یاد میگیرید،
کودک درون شما، کودک انگلیسی زبان شما شکل میگیره و به صورت ویژه اگر بخوایم در مورد انگلیسی صحبت بکنیم، شخصیت جدید، شخصیت کودک انگلیسی زبانی که در ذهن شما شکل گرفته باید رشد بکنه. پس دوستان، این رشد یک شبه با 10 جلسه با 2 جلسه اتفاق نمیفته. این پروسه رشد زمانبره و دقیقاً زمانی که شما نیاز دارید بستگی داره به میزان ساعات و میزان تلاشی که شما میکنید. مثلا اگر قرار است که شما توی 6 ماه به انگلیسی مسلط بشید، میزان ساعات و میزان زمانی که شما تلاش میکنید، تمرین میکنید، دقیقا تحت تأثیر قرار میده مدت زمان یادگیری شما رو. اگر مثلا شما تعیین میکنید که در 6 ماه باید به انگلیسی مسلط بشید، پس نیازمند این هستید که روزی 15 تا 18 ساعت تمرین و یادگیری داشته باشید. اگر برای خودتون یک هدف بلند مدت تر، مثلا 1 ساله 2 ساله اگر قرار میدید برای یادگیری، باید حدودا روزی 5 ساعت 6 ساعت شما تمرین و یادگیری داشته باشید. پس دوستان، اگر به شما گفته میشه که انگلیسی در 1 ترم، انگلیسی در 10 ساعت، نه، حواستون باشه این کلاس ها، این جلسات هدفی غیر از پر کردن جیب خودشون ندارند و هدف این نیست که شما یاد بگیرید. هرچند شما با رفتن به این کلاس ها خودتون رو ملزم و متعهد میکنید که در 1 ساعتی برید بشینید سر اون کلاس ها یاد بگیرید. این خودش خوبه، ولی انتظار نداشته باشید با 5 جلسه کلاس خصوصی، 10 جلسه کلاس خصوصی، یا اینکه 2 تا لغت حفظ کردید یا 2 تا جمله یاد گرفتید، کاملا به انگلیسی مسلط باشید. در کل باید شما کاری بکنید که آن کودک انگلیسی زبانی که در ذهن شما ایجاد شده و قسمت یا شخصیت انگلیسی زبانی که در ذهن شما به وجود اومده و ایجاد شده، رشد بکنه و بزرگ بشه. خودتون این کودک رو، این شخصیت رو رشد بدید. مثلا اگر شخصیت فارسی زبان شما 23 سالشه، شخصیت انگلیسی زبان شما مثلا 2 سالشه. یه سری لغت ها رو با اشکال میگه. پس ما باید کمک کنیم این شخصیت رشد بکنه. و همونطور که گفتیم، این پروسه سریع اتفاق نمیفته. اگر بخواید سریع رشد بکنه، باید میزان ساعاتی که تمرین میکنید، میزان ساعاتی که تلاش میکنید رو ببرید بالاتر. و طبیعتاً در 24 ساعت شبانه روز انسان تا یه حدی میتونه تمرین کنه. به عنوان مثال، اون زمانی که من الزام داشتم که آزمون بین‌المللی شرکت بکنم، 19 ساعت روزی مطالعه میکردم، 19 ساعت روزی تمرین میکردم. پس در واقع اگر هدفتون کوتاه مدته، باید ساعات و میزان تمریناتتون رو بالا ببرید. و اگر هدفتون بلند مدت تره، باید سعی کنید این ساعات رو کم بکنید، ولی باید به اون ساعات و برنامه ریزی که مشخص میکنید برای رسیدن به اون هدف متعهد باشید و خودتون رو ملزم بکنید که هر روز تمرین و یادگیری داشته باشید. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. امیدواریم که با تکیه و پیروی از روش ها و تکنیک هایی که در این کلیپ های آموزشی خدمت شما تقدیم میشه، بتونید روش یادگیری خودتون رو اصلاح بکنید تا به رشد خوبی در یادگیریتون برسید.